خب بریم سراغ پارت دو و اسسمنت کرایتریا. گفتیم که توی چهار معیار به ما نمره میدن: فلوئنسی اند کوهرنس، لکسیکال ریسورسز و گراماتیکال رنج اند اکورسی، پرونانسییشن، و هر کدومم 25% نمره ما رو تشکیل میده. خب میخوایم ببینیم مثلا اینا چی هستن. ببینید پابلیک ورژن، البته این سیکرتش نیست، حالا گویا فرق چندانی هم نداره. طبق یه همچین چارتی به شما نمره میدم. میبینید از 0 تا 1، از 0 تا 9 توی هر چهار تا معیار یه سری بولت پوینت هست که توضیح میده که مثلا کسی که میخواد 7 لکسیکس بیاره برای 7 لکسیکال ریسورسز چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. دوباره مثلا 5 گراماتیکال. خب حالا ما اینا رو به طور کلی با هم مرور میکنیم. اصلا فلوئنسی اند کوهرنس چی هست؟ ببینید برای فلوئنسی دو تا مورد خیلی مهمه: ریت آف اسپیچتون، سرعت صحبتتون که باید نرمال باشه، نه خیلی تند باشه نه خیلی کند، و سپیچ کانتینیویتی، یعنی اینکه دنباله دار بتونید صحبت کنید بدون اینکه خیلی مکس کنید. خب تعریف فلوئنسی رو ببینید با هم. Your examiner will look at how fluent you are, your ability to keep speaking, and if you need to hesitate, self-correct, and repeat yourself to keep going. پس به چیا دقت میکنم؟ میخواد ببینه چقدر شما فلوئنتی، چقدر سلیس و روان میتونید صحبت کنید، چقدر میتونید دنباله دار صحبت کنید بدون اینکه هزیتیشن داشته باشید، مکس کنید، یا خیلی بخواید سلف کرکت داشته باشید. حالا اینو اشتباه نگیرید، سلف کرکشن کلا چیز بدی نیست، یعنی اگر خطایی کردید، اشتباهی چیزی رو گفتید، خودتون متوجه شدید، درستش کردید، ایرادی نداره، ولی اونجایی تاثیر خیلی منفی میذاره که خیلی زیاد باشه که دیگه جلوی فلوئنت بودن رو بگیره. و اینکه خب خیلی ریپیت کنین خودتون رو، هی همون ایده رو هی دوباره بگید، همون جمله رو بگید، همون کلمه رو بگید، اینا باعث میشه که فلوئنسی شما بیاد پایین. اما فلوئنسی به تنهایی نیست، شما باید به کوهرنس هم دقت کنید. کوهرنس یعنی چی؟ Your examiner will look at how coherent you sound, how your ideas, words and thoughts flow together, using a range of words and phrases to connect and organize your ideas, help you move on to another point. خب چطوری ایده هاتون رو دارید به هم کانکت میکنید؟ اگزامینر گم نمیشه که تو اسپیکینگتون، مخاطب شما گم نمیشه، متوجه میشه چی دارید میگید، از این جمله به اون جمله لینکر درست دارید استفاده میکنید، دیسکورس مارکرایی درست دارید استفاده میکنید، سیکوینسینگ داره فکر حرف زدنتون، یعنی تفکراتتون رو سیکوینس میکنید، ترتیب بندی داره، میگید خب اول اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اینطوری شد، بعد یا the ability to develop topics relevantly، چقدر میتونید مرتبط با تاپیک صحبت کنید و دیولپش کنید. یادتونه تو پارت 3 بهتون گفتم که بدون این که از تاپیک، از سوال خیلی خارج بشید، بتونید راجبش حرف بزنید، دیولپش کنید، اکسپاند کنید، مثال بزنید، این همونو میگه. چقدر میتونید مرتبط با همون تاپیک پارت 2 یا به کوئسچن پارت 3 یا حالا حتی پارت 1 relevantly، یعنی مرتبط بتونید بست بدید صحبتتونو. خب حالا ببینید ما بند دیسکریپتوری که اونجا دیدیم، این پابلیک ورژن رو، اون از 0 بود تا 9. 0 که واسه کسی که حضور نداره اصلا تو آزمون، میبینید does not attend، یعنی اگه شما حضور داشته باشید حتی اونجا بشینید هیچ کار نکنید، یکو بهتون میدن، یعنی میبینید no communication possible یا no writable language، هیچی نمیگید در واقع. حالا باشون، هیچ کس فکر نمی کنم این دوره رو میبینه بخواد 3 یا 4 بگیره. حالا ما از 5 شروع کردیم، نه اینکه شما بخواید 5 بگیرم، البته ممکنه بعضی بخوام 5 بگیرم، میخوام ببینیم چه چیزایی باعث میشه شما 5 بگیرید که اونا رو مرتکب نشید. 5 و 6 و 7 و 8، شما تا 8 رو بگیرید یه خورده بهتر بشید میشید 9. حالا ما رو این بند دسکریپتورهایی که بیشتر از همه بهش نیاز دارید، 6 7 8، ببینید اینم هست که یکی که اسپیکینگش میشه 6.5، ما یا یه بند کامل نمره میدن یا یه نیم بند دیگه، 6 6.5 7، ولی تو معیارها اینو نداریم. تو معیارها یعنی ما فلوئنسی 6.5 نداریم،
جمع این 4 تا معیار با هم جمع میشه، تقسیم بر 4 میشه، میشه نمره شما. یعنی اگه شما 2 تا 6 2 تا 7 داشته باشید، بند اسکورتون میشه 6 و نیم. حالا 3 تا 7 هم داشته باشید همینطوره. اما اگه 3 تا 6 مثلا فلوئنسیتون 6 باشه، گرامر 6 باشه، وکاب 6 باشه، اما پرونانسیشن 7 باشه، با اینکه یه 7 دارید اما بازم 6 میشید. یعنی روندش میکنن به سمت بالا. خب پنجو ببینید تو فلوئنسی چه مشکلاتی یا چه چیزایی داره. Usually maintains flow of speech but uses repetition, self-correction and or slow speech to keep going. پس هم slow and or میبینید یکی از اینا هم داشته باشید باعث میشه شما تو فلوئنسی 5 بیشتر نگیرید. یعنی اگر repetitionتون زیاد باشه یا self-correctionتون خیلی زیاد باشه یا خیلی slow باشه speechتون، یکی از اینا هم نداشته باشید بالاتر از 5 نمیشید. May overuse certain connections. خب اون راجب فلوئنسی بود، حالا سراغ کوهرنس میریم. انسجام صحبت کردن، ارتباط معنایی جملات، ارتباط استراکچری جملات. May overuse certain connectives and discourse markers. Overuse میکنه، یه سری کانکتر بلده اندو به جا و بی جا ازش استفاده میکنه و فقط هم همونو بلده، اندو باتو اینا. Produces simple speech fluently, but more complex communication causes fluency problems. یعنی مثلا پارت یکو خوب میره که سیمپل تره، به پارت دو سه که میرسه دیگه کم میاره، مخصوصا پارت سه دیگه نمیتونه. پارت یکش، یعنی ما میگیم به کل اسپیکینگ نمره میدن، اگه شما پارت یکت خوب باشه ولی پارت سه پر از مکس و رپتیشن باشه، باز دوباره همون تاثیر رو میذاره رو اسپیکینگتون. حالا یه چیزایی برطرف میشه، میشه 6 اما هنوز ایرادات خودش هم داره. 6 چیکار میکنه؟ is willing to speak at length. پس اولین چیزی که شما باید نشون بدید تا به اگزامینر نشون بدید که توانایی 6 گرفتن رو بالاتر هم داره، اینه که نشون بدید که میخواید تو لنگث صحبت کنید. همون چیزی که بهتون گفتم تو پارت 1 گفتم، یادتونه گفتم که اگه بگید که مثلا ازتون بپرسن do you like watching movies، بگید yes I do no I don't، short answer بگید، یا خیلی اسلو صحبت کنید، خیلی مکس داشته باشید، این نشون میده که شما willing نیستید که صحبت کنید. پس اول باید جوابای طولانی تر با مکسای کمتر بدین. though may lose coherence at times due to occasional repetition. پس اینجا فلوئنسی رو داره تقریبا اما coherence نداره، چون که repetition زیاد تکرار میکنه یا سلف کورکشنش زیاده یا هزیتیشنش زیاده. uses a range of connectives and discourse markers but not always appropriately. یه رنجی از کانکتیوا داره یا دیسکور مارکرها، لینکرها، اما درست استفاده نمیکنه. مثلا این however بلده دیگه، مثل 5 فقط نچسبیده به اند و بات. however بلده اما همیشه درست استفاده نمیکنه. بند 7 چه ویژگیایی داره؟ speaks at length without noticeable effort or loss of coherence. توی لنگث صحبت میکنه، یعنی اون ویژگی 6 رو داره. اینجا دیگه تو 6 یادتونه می، یادتونه که البته در اون جلو چشمتونه، may lose coherence at times، اینجا دیگه نداره. without noticeable efforts or loss of coherence، اولا تلاشی نمیکنه برای فلوئنت بودن، خودش راحت صحبت میکنه و کوهرنسش هم از دست نمیره. may demonstrate language related hesitation at times. ببین اینجا ما دو نوع hesitation داریم، language related و content related. اگه شنیده باشید content یعنی، خب تو فارسی هم ما پیش میاد دیگه، تو فارسی هم پیش میاد که ما باید فکر کنیم یه چیزی رو جواب بدیم، نمیتونیم بگیم، یعنی کانتنت رو نداریم، جواب اون سوال اصلا نمیدونیم یا باید بهش فکر کنیم تا برسیم. اون میشه کانتنت و هیچ ایرادی هم نداره، تو همه زبان هم همه آدم ها دارن. اما لنگویج ریلیتد چیه؟ یعنی داره فکر میکنه که کلمه پیدا کنه که جمله بسازه. این خیلی خوب نیست، اما میبینید تا حد بند هفتم لنگویج ریلیتد هزیتیشن حتی داره. at times نه خیلی زیاد نیست، at times، چون باز همین language related هم باز حتی تو native language هم پیش میاد. پس این بی‌انصافیه که بگن تو زبان دوم شما نباید language related hesitation داشته باشید. شما خودتونم قطعا براتون پیش اومده که فارسی یه کلمه ای بگید سر زبونمه چی بود، یا یه چیزی میخواید بگید نمیتونید، بعد آدم های اطرافتون کمک میکنن، یا حالا درست میگم میگه آها آفرین همین، یا میگه نه نه این نه،
میبینید اون میشه لنگویج ریلیتد، یه کلمه ای تو ذهنتون نمیاد، حالا یا اون تو اون لحظه تو ذهنتون نمیاد یا کلا اون کلمه رو خیلی نشنیدید، آشنایی باش ندارید. بعد یا حتی دیدیم ما تو فارسی حتی بعضی کلمات رو نابجا استفاده میکنیم. پس اینطوری نیست که شما همه چی رو باید ایدئال بگی تا اسپیکینگتون حرف بشه، نه اینطوری هم نیست. ببینید حتی رپتیشن هم داره، سام رپتیشن یا سلف کرکشن یا جفتش. پس تو بند هفتم از این چیزا هست، اما دیگه کوهرنسش رو لاس نمیشه آدم و لنکس هم صحبت میتونه بکنه. کانکتیو، خب این آخری که راجع به کوهرنس دیگه، کانکتیواش، لینکلاش، دیسکورس مارکرزاش اوکیه، خوبه، فلکسیبیلیتی داره، یه بار هواب میگه درست میگه، یه بار اند میگه، یه بار این ادیشن میگه، حالا یا اصلا سیکوینسینگ واردزاش. و بند هفت چیه؟ این آدر هند میگه، آن دی آدر هند میگه، این آدر وردز منظورم بود، این آدر وردز، آن دی آدر هند، حالا هر کدوم از اینا فرق نمی کنه. بند هشت مشکلاتش کمتر و کمتر شده، فلوئنته، ولی بازم ببینید occasional repetition or self correction داره، occasional دیگه خیلی نیست. hesitation is usually content related، میبینید بازم اینجا hesitation داره، usually content related، نگفته always content related، حتی اینجا هم language related داره اما کمه دیگه. only rarely، میبینید rarely to search for language، به ندرت، شاید حالا تو کل پروسه speakingش حالا یکی دو بار پیش اومده که دنبال واژه بگرده، دنبال استراکچر بگرده. develops topics coherently and appropriately. خب دیگه topic development دیدید تو بند 8 اضافه شد، یعنی تو بند تا بند 7 شما فقط جواب بدید و خوب جواب بدید و current باشید اوکیه، ولی اگر میخواید 8 بشید، خیلی ها میگن خب 7 و 8 و 9 فرقی داره، 8 اینطوریه که میگه develop topics coherently and appropriately، دیگه به topic developmentتون که تو پارت 3 هستم کار داره، شما قشنگ دارید جواب میدید یا نه، یا فقط دارید صرفا لنگویج استفاده میکنید. اگه صرفا لنگویجی که 7 و پایین 7ه، اما اگه دارید development انجام میدید دیگه 8 و 9 هم میشه. حالا اینجا گفته coherently and appropriately، تو بند 9 اگه اشتباه نکنم میگه fully، یعنی دیگه جواب کامل خوب میدید. خب این از فلوئنسی. حالا یه سری اصطلاحاتش هم که یه خورده چالش برانگیزتره من تو سلایده دیگه توضیح دادم. slow speech یا self correction چیان؟ speaker who is struggling to keep going will often speak slowly so they can think about what they are going to say. they will say something, realize that it is incorrect and will self correct and repeat ideas and words. ببینید دیگه به قول معروف رو مخ دیگه، این برای مؤلفه 5 بود دیگه، تو 6 ما دیگه نداشتیم، کم شده بود دیگه اکیژنال رو تو 6 و 7 و اینا، ولی دیگه تو 5 و پایین تر از 5 دیگه رو مخ انقدر سلف کرکت میگرده، نمیدونه دنبال چی میخواد بگه، هی میگه هی درستش میکنه، دیگه اعصاب آدم خرد میشه به قول معروف. میگه all of these features impact negatively on the listener's ability to follow the speaker's thoughts. همون رو مخی که میگم همین negatively است. بریم سراغ کرایتریون بعدی که lexical resource هست، یا حالا resource بعضی ها میگن. the examiner will be listening for your ability listening ببخشید the examiner will be listening for your ability to choose the right words and phrases to express yourself clearly. در کل چی میخواد اینجا ازتون؟ تو فلوئنسی گفتم در کل چی میخواست؟ یکی این که ریتتون خوب باشه، ریت اسپیک، سرعت اسپیکتون خوب باشه، یکی هم کنتینیولیتی بود که ادامه دار، دنباله دار، بدون پاز و اینا بتونید صحبت کنید. اینجا دنبال این که اگزمینر رو دنبال این که چقدر شما میتونید از کلمات و فریزای مناسب استفاده کنید تا خودتون رو واضح توضیح بدید، منظورتون رو واضح توضیح بدید. خب حالا بریم سراغ کلمات. words چه کلماتی مد نظرمونه؟ the kinds of words you use, whether they help make your ideas clear and whether the words are understandable, appropriate and relevant to the topic. پس چند تا چیز مهمه، یکی clear که من یادم رفته هایلایت کنم، یکی understandable، یکی appropriate، یکی relevant. حالا understandable و clear یه جورایی میتونه overlap داشته باشه، appropriate یعنی درست باشه، یک کلمه اشتباه نگی، واضح باشه، همون منظوری که میخوای، relevant باشه، مرتبط باشه.
و ورد فرمتون هم باید درست باشه، یعنی به جای بورد نگید بورینگ، پارت آف اسپیچتون باید درست باشه. همینطور علاوه بر ورد فرمز یعنی پارت آف اسپیچ هم پوشش میده. و کالوکیشن هم که همیشه ما میگیم خیلی مهمه، مثلا environmental pollution. خب قسمت بعدی راجع به پرفریزینگه که تو پارت توی حالا نشونتون میدم توی بند دسکریپتورها بهتون میگن که پرفریز هم باید انجام بدید. حالا راجع به صحبت میکنیم. یک ایدیوماتیک لنگویج، برخلاف رایتینگ که شما نیاز نیست نباید ایدیوماتیک لنگویج مگه اینکه پارت یک جنرال باشید و اینفورمال باشه نامتون، ولی در کل تو رایتینگ فورمال ما ایدیوماتیک لنگویج نداریم، اما تو سپیکینگ تا دلتون بخواد. همینطور لس کامن لنگویج. خب پس برای بند، البته اینا رو گفته برای بند 7 به بالا، تو بندای پایین خیلی نیاز نداریم. حالا یه سری هستن 5 میخوان 6 میخوان میرن فقط ایدیوم یاد میگیرن و نابجا استفاده میکنن متاسفانه. اگه به جا باشه که 7 میشن. This doesn't mean that you need to use very uncommon words or phrases and clichés that you have memorized. پس این باعث نمیشه شما برید دنبال جملات حفظی و کلیشه. It takes time and practice to use error. مثلا مثل چی؟ اینو من بگم. یه عبارت ساده. To be honest with you. یا حالا to be honest. این یه عبارت کی میشه این کلیشه و ممورایز؟ وقتی که من دیدم بچه ها هر سؤال با رب تو بی رب تو میگن to be honest. What's your name? To be honest my name. What's your job? To be honest. Why you should be dishonest? اینو میگن استفاده. ولی اگه همون to be honest درست و به جا استفاده کنی نمره خوبی برات میاره. It takes time and practice to use idiomatic language naturally. این natural بودن همه جا میدرخشه. When discussing a variety of topics. And the examiner also assesses your ability to paraphrase. پس paraphrase هم مهمه. Saying what you mean using different words when you can't think of the right word or paraphrase or phrase. Paraphrase رو حالا اگه باش آشنا نیستید یعنی همون عبارات خودتون رو یا عبارات اگزامینر رو عوض کنید، همون معنا رو مفهوم رو با کلمات دیگه بگید. بریم سراغ بند دسکریپتوراش. بند 5 چی میگه؟ Manages to talk about familiar and unfamiliar topics but uses vocabulary with... اینجا میتونه پارت 3 جواب بده. Unfamiliar topics مربوط به پارت 3، familiar میشه پارت 1 و 2. میتونه حرف بزنه اما وکبریش limited flexibility داره، خیلی یه خورده واجه بلده، میتونه جواب بده راجبه بعضی ها، چون اصلا مثلا نمره 3 و 4 اینا اصلا نمیتونن جواب بدن سوالای پارت 3 را، اصلا سوال رو حتی متوجه نمیشن. اما کسی که 5 میتونه جواب بده اما یه سری واجه داره، کلا مثلا 2000 تا واجه بلده انگلیسی، با همونا به قول معروف سرتاشا هم میاره. دیدید مثلا مثل آشپزی میمونه که بعضی وقتا شما میخواید یه غذای خوشمزه بپزید، 10 تا اینگریدینت داره، از همون 10 تا به نحو احسن استفاده میکنید، خب نمرتون میشه 9 تو آیلتس. ولی بعضی وقتا اصلا هیچی ندارید، یه چیز مسخره، 2 تا اینگریدینت دارید، یه چیز مسخره در میاد میشه 3 و 4. بعضی وقتا یه بالاخره یه چیز قابل خوردن درست میکنه، این اینگریدینت تو مواد اولیه‌تون کمه. چه مثال زدم، این اولین بار واقعا بداهه بود. مواد اولیه‌تون کمه، 3-4 تا دارید، ولی با همونم میتونید غذای قابل خوردن در بیارید از توش، اون میشه 5. حالا هرچون اینگریدینت بیشتر باشه میشه 6 و 7 و 8، اگرم که کامل باشه دیگه 10. Attempts to use paraphrase with mixed success. اینجا attempt میکنه، تلاش میکنه paraphrase میکنه، paraphrase کنه، حالا گاهی موفقه گاهی نیست، mixed success داره. 6 چیه؟ has a wide enough vocabulary to discuss topics at length and make meaning clear in spite of inappropriacies. خب wide enough vocabulary داره، حالا اینجا میتونه دیگه بستشم بره topics at length و تو شیش دیگه فقط میتونه صحبت کنه، حالا یه جمله میتونه جواب بده، سومون بکمون نگاه نمیکنه فقط به اگزامینر، اما اینجا دیگه قشنگ میتونه بازش کنه. Make meaning clear. مفهومشو میتونه با واژگانش توضیح بده. In spite of inappropriacies. یعنی اینجا هم حتی غلط غلوط داره. ولی خب حداقل معنا رو منتقل میکنه. و پرافریزش هم که سکسسفوله. هفتی. Uses vocabulary so it's flexible to discuss a variety of topics. اینجا دیگه انقدر کلمه بلده. مثلا نمیگه مثل 5 water is dirty.
میگه water pollution, water contamination. حتی مثلا شیشه ممکنه یه پولیشن آل دیگه برای باشه، برای همه بگه 7 و 8 و 9 دیگه خیلی بهتره، contamination بلدن. حالا این یه مثال کوچولو بود فقط. Uses some less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation with some inappropriate choices. اینجا ببین، حتی اینجا دیگه ببین تو 56 ما less common و idiomatic نداشتیم، از 7 به بالا گفتیم. سعی میکنه استفاده کنه، اما حتی 7 هم غلط داره. پس شما نباید پرفکت باشید تا 7 بگیرید. پارافریزم اگه قرار پرفکت باشه که دیگه 8 و 9 نداشتیم. پارافریزم که خب داره دیگه، effectively درست و به جا استفاده میکنه. حالا دیگه تو 8 ببینید، من هایلایت کردم convey precise meaning، با لغتاش دقیقا همون کلمه ای رو استفاده میکنه که معنای مورد نظرش رو منتقل کنه. precise دقیقه، اون کلمه ای که انتخاب میکنه خیلی بجا و دقیقه. less common و idiomatic هم که دیگه skillfully استفاده میکنه. paraphrase هم as required، اینجا دیگه حالیش میشه هر جا لازمه. خب grammatical range and accuracy، گرامر چیه؟ یکی رنجش مهمه، یکی اکورسی بودنش، درست صحیح باشه و رنجش هم خوب باشه. یعنی از گرامرهای تنسای مختلف، استرکچرهای مختلف استفاده میکنه، ولی خب سیمپل اند کامپلکس استرکچر دقیقا توی بند دسکریپتور ذکر شده. خب اگر که اینو نمیدونید من یه توضیح خیلی کوتاه بدم. سیمپل سنتنس یه جمله‌ای که فقط یه جمله کوتاهه که فقط فعل و فاعل داره، کامپاوند میشه با فن بویز به هم وصل میکنیم. فن بویز چیان؟ فور، اکرونی میشه دیگه، اول هر کدوم برداشتن گذاشتن فن بویز، فور اند نور بات اور یت و سو. این هفته، این هفته جمله کامپاوند سازن، دو تا جمله کامل و ایندیپند گلاز رو که هر کدوم به تنهایی معنا میدن با اینا که وصل کنیم میشه کامپاوند سنتنس، جمله مرکب. I love pizza and he loves pizza. I love pizza but he doesn't like pizza. میبینید؟ Sentence structure and very complex رو فراموش کردم. complex خیلی وسیع تر از اون حرف هاست، از لینکرهایی مثل although، مثل however. یه independent clause رو به یه dependent clause به که به هم متصل کنید complex structure ساخته میشه. مثلا مثل همونه که مثال زدم، یا مثل حتی ساده تر مثل because، مثل relative clause ها. مثلا the person I This is the man who I saw yesterday. ببینید با یه who، با یه that، با یه what. خب حالا اینا دیگه بخش گرامر باز شده است، خیلی فعلا تو این کورس راجبش حرف نمیزنیم، ممکنه کورس دیگه داشته باشه مخصوص گرامر انشاءالله. When speaking think about the proper use of sentence using a mix of simple and complex structure. You need to show examiner that you can use it. ببین پس سیمپل استرکچر به خودی خود بد نیست، ولی حتما باید با کمپلکس باشه. A range of complex structure accurately. Number of errorشون هم باید، یکی پس با sentence structure و variationش باید دقت کنیم، یکی هم number of errors چون accuracy هم مهم بود. It is also important to try and limit the number of grammatical errors you make. Become aware of the errors you usually make, for example, articles, preposition, subject, verb agreement, so you can make sure your sentences are accurate. پس به صحیح بودن همیشه اول برید سراغ اکیورسی. توصیه من به شما، کاری که من خودم با شاگردان میکنم، اول همون لنگویجی که دارن رو اکیورت میکنیم، بعد میریم سراغ اینکه رنجش رو ببریم بالاتر. وقتی که هنوز تو جملات ساده subject verb agreement article ایراد داره، درست نیست که بیایم رنج بیشتر یاد بدیم. حالا من برم passive voice نمیدونم present perfect رو یادش بدم، بذار همونا accurate بشه بعد میریم سراغ رنجش رو که بالاتر ببریم. ببینید تو بند descriptor، حالا تو اسلاید بعدی خواهید دید، ما از چند تا error صحبت میکنیم. این error ها چی هست؟ یکی systematic errors. Systematic error ها چی هست؟ Errors that are made repeatedly and consistently throughout the interview. پس وقتی که یه ایرادی، یه اشتباهی، یه خطایی
تکرار میشه و مدام همونه، این یعنی چی؟ یعنی بلد نیست، اونو کلن بلد نیست candidate. پس میشه systematic error. For example, articles are misused. اصلا اوان رو نمیدونه باید کجا استفاده کنه آرتیکل ها رو. Throughout. کلن داره غلط استفاده میکنه. پس این میشه systematic. The speaker has not fully understood a certain error of grammar. خب اینم که گفتیم. یعنی نفهمیده اصلا گرامر رو. پس کلن تو 14 دقیقهش یا 11 دقیقهش اشتباه استفاده میکنه که اغلبم به خاطر result of L1 interference. مثلا L1 interference یه مثال کوچیک بزنم، یعنی تداخل زبان اولیه، زبان نیتیو. مثلا ما میگیم از فیلم لذت بردم، از فلان چیز لذت بردم، میگیم از. مثال ساده دارم میزنم. بعد تو انگلیسی خیلی ها هستن میگن enjoy from. این یه نمونهشه، حالا نه اینکه فقط به خاطر enjoy from بخواد نمره گرامر کمی بگیره، اما نشون میده که مثلا خیلی چیزا رو بلد نیست. تو کل سپیکینگش میگه enjoy from. این یعنی یاد نگرفته که enjoy preposition نداره. اگه یه بار بگه enjoy from، یه بار بگه enjoy، اون یعنی چرا بلده، ولی خب گاهی اشتباه استفاده میکنه. اما اگه کلن بگه enjoy from یعنی بلد نیست. حالا non-systematic که خب کلن systematic error بده دیگه، نباید داشته باشیم، برای همین میگیم accuracy خیلی مهمه. Non-systematic error. چه اروریه؟ An error that the speaker may occasionally make from time to time. The occasional dropped article, tense error. They do not make the same error repeatedly throughout the interview. اولین لازمش اینه که repeatedly نیست. ببین آخرش هم نشته systematic. یعنی systematic نیست. Occasionale. مثلا مثل dropped article. There باید بذاره نمیذاره. Tense error. گاهی به جای past present میگه، اما repeatedly نیست. اگه کلن به جای past همیشه present بگی یعنی past و بلد نیست، بس میشه systematic. basic error هم چیان؟ اینا میگه up to 7 band اتفاق میفته. These are errors that speakers often make. مثل چی؟ مثل subject verb agreement, omission of the third person as, incorrect use of countable nouns or article misuse. این خطاهایی که شما هفتم بشی باز داری، حواست نیست، یه جا subject verb agreement نمیذاری، اس سوم شخص رو یکی دوبار جا میندازی، ولی خب کمن دیگه، systematic نیستن و روی معنا تأثیری نمیذارن. یعنی اینکه شما اس سوم شخص رو جا میندازید باعث نمیشه که اگزمینر نفهمه چی میگید. خب گراماتیکال رنج اند اکورسی ببینیم. بند 5 بیسیک سنتنس میگه و معمولا هم درست میگه. اگه بیسیک سنتنس هم غلط باشه دیگه میره رو 4 و 3. اما رنجش لیمیتده، کامپلکس ها رو نمیتونه خیلی استفاده کنه و هر وقت هم استفاده میکنه غلط معمولا، یجلی یعنی خیلی غلطه. میکاز و مهمترین مؤلفه 5 اینه که انقدر غلطای گرامریش زیاده که باعث میشه ما نفهمیم چی میگیم. هر وقت غلط گرامری باعث شد که کامپرشن اتفاق نیفته، بند رو 5 میشه، بند اسکو. 6 حالا یه ذره بهتره، سیمپل داره، کامپلکس داره، اما فلکسیبیلیتیش کمه، رنج کامپلکساش کمه، میستیکاش هم زیاده، فرکانت راجع به کامپلکس استراکچرها. اما اینجا تفاوتش با 5 چیه؟ rarely causes comprehension problems. مثلا نصف سوم شخص جا میندازه یه کاری میکنه ولی باعث میشه، باعث نمیشه comprehension اتفاق نیفته، examiner میفهمه چی میگه. این میشه 6. حالا 7 که دیگه رنجش میره بالا، range of complex structureش flexibility داره. Frequently produces error-free sentences. میبینی frequently بیشتر جملاتش error-freeه، اما گاهی گرامر هم غلط داره تو ساختارش. 8 دیگه میشه واید میشه، رنجش خیلی خوب میشه و غلطاش هم کم میشه، مجاریتیش ارر فریه. بعد بیسیک نان سیستماتیک ارر هم دیگه نداره. اگر سیستماتیک کلن نداره، بیسیک و نان سیستماتیکش هم کمه، only very occasional. اون میشه دیگه 8. نو هم که دیگه خداست دیگه. حالا تلفظه که آخرین کرایتریونمون هست چیه؟ چیو نشون میده؟ How easy it is to understand what you say and stress intonation rhythm. چه
چقدر درک شما راحته، چقدر راحت میشه لهجه شما رو، اسپیکینگ شما رو متوجه شد، چقدر آپ اند داون و اینتونیشناتون کمک میکنه، پرونانسیشن فیچرتون رنج داره یا نه. پرونانسیشن فیچر چیه؟ مثلا مثل استرس، اینتونیشن، ریدم، حالا راجبش صحبت میکنیم. چقدر راحت میشه شما رو متوجه شد. How easy it is to understand you and how clearly and correctly you pronounce words and also listen to how you use stress and intonation to emphasize important words. Monotonous نیستید. جایی که باید استرس بگید بذارید میذارید، اینتونیشن رو درست استفاده میکنید. و همینطور هم برای یک جمله، هم برای جملاتی که مثلا میخواین کانتراست ایجاد کنید بین جملاتتون. و خب بریم ببینیم چی هستن. بند 5 میگه shows all the positive features. آهان، یه تفاوتی که بند دسکریپتور توی پرونانسیشن داره و توی بقیه بند نداره اینه که یه بند در میون، ببینید مثلا ببینید بند 5 و 7 بندای فرد مؤلفه ندارن، فقط بندای زوج دارن. تو بند 5 میگه که یه سری از خوبی‌های 4 رو داره، همه ی خوبی‌های 4 رو داره، یه سری از خوب 6 هم داره. یا دوباره 7 رو ببین، all the positive features of band 6 همه ی خوبی‌های 6 رو داره، اما کاملا 8 نیست، 8 رو نداره همه رو، مثلا یکیشو فقط داره. اون وقت میشه پرونانسیشنش میشه 7. خب حالا بریم سراغ 6 ببینیم چی هست. uses a range of pronunciation features with mixed control. Mixed control داره، همه جا درست صحبت نمی کنه. Shows some effective use of features but that is not sustained. یه جاهایی یه چشمه هایی رو میکنه، بلده، ولی sustained نیست، یعنی ادامه دار نیست، همش درست نیست. ولی چیزی که مهمه، بند 6 از بند 5 و 4 رو متمایز میکنه، اینه که can generally be understood throughout. کلن شنیده میشه، میشه فهمید چی میگه. Though mispronunciation of individual words or sounds reduces clarity at times. اما گاهی بعضی کلمات و صداها رو mispronounce میکنه، مثل کسایی که TH رو نمیتونم بگم. 8 چی میگه؟ میگه pronunciation features رنج زیادی داره، sustain flexible use of features و easy to understand throughout. L1 accent has minimal effect on intelligibility. ببینید بند 8 تازه از بند 8 accent میاد جلو. اگر که شما اکسنتتون تداخل ایجاد نمی کنه با شنیده شدنتون، هیچ اشکالی نداره، تأثیر رو نمرتون نمیذاره تا بند 8 دیگه. از 8 و 9 دیگه اکسنت هم یکم مهم میشه. حالا pronunciation features ببینید چیها هستن که تو بند دسکریپتور دیدیم. The ability to divide speech into spoken phrases, meaningful word groups. این که ما میگیم word رو چند کن، کلمه به کلمه تلفظ نکن، این یکیشه. استرس تایمینگ، ریتم و لینکینگ. لینکینگاتون درسته، استرس جمله درسته، استرس کلمه درسته، اینتونیشن درسته، پروداکشن اف اندیویجوال ساوندز، همون تی اچی که گفتیم، شوایی که خیلی مهمه، اینا درسته، سیلابل استرستون درسته و اکسنتتون تاثیر زیادی روی کامیکیشن نمیذاره. یه نکته راجع به اکسنت بگم و تمومش کنیم. It is assumed that everyone has an accent. If a speaker has a strong accent, this might have an impact on communication. خب اکسنت چه وقتی تو بندای پایینم تاثیر میذاره که اون اکسنت مثلا یه کره‌ای، یه چینی، حالا نمیدونم شنیدید یا نه، یه جوری حرف میزنه. الان برید سرچ کنید مثلا speaking بند 5 آیل سمپلشو یا بند 6، بند 4 و 5 و اینا رو ویدیوهاشو نگاه کنین، ببینید اصلا متوجه نمیشین اینا چی میگن. انقدر لهجه چینیشون یا لهجه کره‌ایشون تأثیر داره که اصلا نمیفهمه انگلیسی چی میگن. اون موقع تو بندهای پایین تأثیر داره، اما در کل بدون لهجه صحبت کردن، اینکه مثلا ما با انگلیس رو با لهجه فارسی صحبت کنیم بدون لهجه انگلیسی باشیم، هیچ ایرادی نداره تا بنده 8 تا 9 و اونم به خاطر اینترفیرنسش فقط. خب این پایان جلسه اول بود که فقط اینتروداکشن که بود که بدون اسپیکینگ چیه و چطوری قرار بهتون نمره بدن. از جلسه بعد ما ان شاءالله روی تاپیکا مانو میدیم. یه سری اون تاپیکایی که برای کیو کارت های کامن پارت دو گفتم راجع به اونها حتما صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ تاپیک های دستبندی شده، مثلا ادویکیشن، مثلا ترافلینگ. خب و حالا جلسه بعد راجع به پرسونالیتی، پرسن میخوام صحبت کنیم. وقتتون بخیر.